من ادامه مسیر رو برم. خب از روی تریدینگ ویو به این راحتی نمیتونیم ما برای بذاری سوال اومد سوال اومد بله میکروفون بازه. این ابزار رو نداریم. چرا؟ چون تو این صرافی ایرانی شما همچین پلتفرمایی برای سفارش گذاری و تریدای این تیپی ندارید. نداریم هممون با هم. و خب این همون نقطه نیش مارکته میشه که اگر کسی بیاد همچین پلتفرم را بندازه میتونه کلی هم گین بگیره. معاملات CFT هم که فوق‌العاده است، بحث‌های مدیریت ریسک هم روش بسیار بسیار پیچیده و جذاب هست. ببینید یه دفعه خواهش میکنم، یه دفعه من داشتم چک میکردم دیدم مثلا بورس امریکا کی اومده یا این بازار مثلا CME شیکاگو کی فعال شده، به مثلا رسیدم به این که معادل زمانیش رفته بودم چک کردم، زمانی بود که ما مثلا تو کشورمون داشتیم مثلا آدم هایی که متمول بودن با درشکه این ور اون ور میرفتن. حالا این فاصله هرچی هم که جلوتر میدونیم لوگاریتمی رشد میکنه دیگه، خطی نیست این ارتباطه. و خب خیلی نمیشه سریع توقع داشت که من یه شب مسیر اون انساله اونها رو برم. هنوز این ربات های معاملگر برای معاملگر ساده بازار بورس فعال نشده، یه خورده سخته. اما از این بابت دارم میگم این ابزاری، شما یه نقطه ای میرسی که میگی من اون چیزی که از بازار کریپتو میخوام در این بازار فعلی نمیتونم بهش دست پیدا کنم، مجبورم با روش های مختلف برم سراغ بازارهای خارجی. تو ذهنم هستش که یه دوره کامل کار کردن مثلا با بایننس و یوبیت و 500 پلاس فکر کنم آلمانی هست برگزار کنم که شما بتونید با این ابزارها کار کنید. این دوره هم دورهای کوتاه و کاربردیه، مثلا شاید مثلا 3 ساعت 4 ساعت یه جلسه ای دو جلسه ای تو این اوردرا باشه، که حالا اگر تو صفحه اینستاگرام عضو باشید در آینده انشالله اینها رو بهتون اطلاع رسانی میکنم. بریم سراغ سایت کوین مارکت کپ. سایت کوین مارکت کپ گفتم دیگه جزء مراجع اصلی شما هست، اطلاعات خیلی خوبی به ما میده. به خاطر اینکه یه مقدار تو وقت من صرفه جویی کنم اینا دیگه سوالی مطرحش نمی کنم که شما فکر کنید. من میخوام در مورد ترون بدونم کدوم صرافی ها یا هر ارز دیگه، مثلا چشام میبندم میام پایین هوریزن سوئیس بورگ، اصلا میشم نشنیده بودم من. میخوام در مورد این سوئیسیه ببینم کدوم صرافی ها اینو به من میفروشن یا ازم میخرن روش کار میکنن. روش که کلیک کنم تو کوین مارکت کپ اسکرول کنم بیام پایین، به من میگه که اطلاع جالب داره، میگه آدم هایی که اینو واچ کردن رو اینا هم کار کردن، رو زیکش هم بودن، یونی سواپ هم بودن، بیسیک اتنت هم بودن، این فورس و بقیه هم بودن. این یه دیتا خوبیه که من میتونم بر اساس این بیام ببینم که اصلا بازار داره چجوری حرکت میکنه. ولی سوال من چیز دیگه ای بود، رو اسپات و دریویتیز میگم رو هیت بی تی سی میتونم بخرم، رو هیت بی تی سی به صورت تبدیل با بی تی سی و تبدیل با ای تی اچ، کوکوین با بی تی اچ، یونی سواپ با ویتس، بیل بیکس با اتر، کوکوین ببخشید با اتر. به من خیلی راحت داد و اینکه این اطلاعات رو داد و میتونم کلش هم اینجا کلیک بکنم. حالا اگر ادامه داشته باشه این لیست اسکرول کنم بیام پایین و خب یه یوبیت هم. این یوبیت اینجوری من بذارید یه لحظه چک کنم. اکسچنج رو چیز داده یوبیت من فکر میکنم اینجا که برای شما نوشتم درست نوشتم فکر کنم. ubit.net منظورم هست. خوب شد اینجا دیدیم، من میذارمش آدرسش اینجا. این صرافی هم شما میتونید خرید بکنید، پلتفرم جذابی داره، فعلا هم مثل مشکلی با ایرانی ها نداره.
بازارهای مختلف هم توش میبینید، کلی هم کوین اینجا گذاشت. البته خیلی زیاد نیست نسبت به سایت مثل بایننس اکسچنج مثل بایننس اینا، اما میتونید ازش استفاده بکنید. خب برگردم اینجا. پس اگر یه روزی دنبال یه دونه ارزی میگشتم که میخواستم ببینم کدوم صرافی روش دارن کار میکنم، من میتونم تو اون ترید بکنم یا به صورت مشتقش رو بخرم بیام تو بازار مشتقات کار بکنم، یعنی اگر به قیمت آتی بخرم. حالا این نو دیتا داره اینجا اطلاعاتی، شاید مثلا هیچ کدوم مثلا روش مشتق این کار نمیکنم، بیشتر رو مشتق های با ارزش و مطرح این موضوع، یعنی روی کوین های با ارزش، آلت کوین های با ارزش مشتقات هم داریم. خب من تقریبا تمام چیزهایی که میخواستم توی این چند تا سایت بگم و این خبر هم برای شما بخونم کامل گفتم. اینو ببندم و برگردم به کلاس خودمون. درس 8 رو باید باز بکنیم، فایلش اینجا گذاشتم. ضمناً فایل های زمینه هم که توی این چیزمون هم هست، فایل قابل دانلودمون هست که شما میتونید از وبسایت ای سمینار استفاده کنید. خسته شدین؟ بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. انشاءالله دوستانی که بعدا هم این ویدیو رو دارن میبینن تا اینجای داستان خسته نشده باشن. من منتظرم که این کار انجام شه، آپلود بشه. خب من اینو ببندم، انشاءالله دوباره مثل اون سری ما رو به درد سر نندازه. خب ببینید، جریان کلاهبرداری یک جریان خیلی قدیمیه و اتفاقا امروز داشتم به کامنت های یوتیوب جواب میدادم عصری و به این موردشون برخورد کردم که من یه دونه ویدیو ساختم در مورد پای نتورک کنم، گفتم به این دلایل به نظر من کلاهبرداری. بیشترین بحث و حمله هم که به من شده توی یوتیوب سر همینه و دیدم یکی اومده و 4-5 خط هم نوشته بود، ممنون ازش که اومده یه همچین تحلیل بزرگی رو نوشته، ازشون هم تشکر کردم و گفتم من نظرم اینه، رو نظر من اگر نکته ابهامی وجود داره بگو که من اونو درست بکنم، یا حداقل درست که اگر نه جواب تو بدم. این که مثلا آدم گرد بیاد بگه که یه چیزی غلطه و نیاد بگه که چی غلطه، خب این که خیلی حرف منطقی نیستش دیگه. ولی خب میخوام بگم که حوزه کلاهبرداری تو بحث کریپتوکارنسی خیلی قویه. علتش هم اینه که خب خیلی راحت هم نمیتونن کلاهبردار مچشو بگیرن. شما طرفو ندیدی، اسم رسمی ازش نمیشناسی، زد و رفت. بعضا همین شایبه وجود داره که یه سری این طرحایی که مخصوصا شما میین چک میکنید که آی پیش از روی ایران بیشترین ترافیکو داشته و تو این گروه های بازاریابی ایرانی ما چند کشور خاص خیلی هم فعال بوده، بعضی از ایران درایوش میکنن، میرن تو اون کشورها ثبتش میکنن، راش میندازن و عملا پاس گل به خودشون میدن و خب به هر حال راهیابی هم نمیشه کرد. این ایرادا وجود داره دیگه، هر جا هم برین هست. بهترین روش اینه که مقدار دیدتون رو نسبت به مسئله تغییر بدین. من نمیدونم چرا این آپلود نشد تو این فاصله که من داشتم صحبت میکنم، اگه نشه که میرم روی خود چیزو باز میکنم از رو همون میگم. بذار ببینم این هشت اگر باز چه خوب. ببینید توی بحث فصل نهم که به کلاهبرداری میخوام بپردازن، ما میخوام بگیم بیت کوین رایگان داریم یا نداریم، روش های کلاهبرداری پانزی اسکیم رو بگم، اسکیم و مفهوم کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال، موضوع دارک وب و داستان سیلک رود قبلا هم با هم دیدیم، خیلی روش بحث کردیم، فقط یه مرور کلی داشته باشیم. روش های کلاهبرداری نیجریه‌ای که اصلا برای خودش سبکیه که مطمئن هستم که به اون نقطه برسم. شما خودتون اینجا این پایین می‌نویسین که حداقل یه بار با این طرح مواجه شدین، نه اینکه سرتون کلاه رفته یا درگیر شده باشین، ولی بهتون پیشنهاد شده، براتون ایمیل اومده، بهتون زنگ زدن و غیره. روش های کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال به چیزهای نمونه های کلاهبرداری بزرگ ارزهای دیجیتال. ببینید ما روی بحث بیت کوین رایگان همیشه این بحث وجود داشته که میان میگن آقا بیت کوین مجانی بدو ببر آتیش زدن به مالا. آخه کی میاد تو این دور زمانی که بیت کوین الان یه میلیارد که رسیده بود، الان حدود 800 به خاطر نزول قیمت دلار هست و دلار تتر به تبع اون،
بیاد مجانی به کسی بده. و حتی یه ساتوشی هم اومدیم حساب کردیم 1000 تومن میشد دیگه. طرف 50 تومن 100 تومن کرایه تاکسی کمتر بده، این کار به جنجال میرسه. چجوری میتونه یه کسی بیاد 1000 تا تکتومنی رو مجانی بده، اونم روی همچین شرایطی؟ یا اصلا نه قطعا بیشتر از اونو. هر چیزی به نام بیت کوین مجانی نداریم، خیال خودتون راحت کنیم. ولی متاسفانه بالاترین ترند گوگل هست، چه فارسی چه انگلیسی، و هشتگ های خیلی زیادی روش درست شده که خیلی دنبال این همچین چیزای مفتی هن. اما چجوری این امکان پذیر میشه؟ بعضی هم میگن ما گرفتیم و اسکرین میزنن از کیف پولشون. نکتهش تو چیه؟ این که اون چیزی که شما انجام دادی نسبت به اون چیزی که گرفتی، آیا تو این ترید آفه، تو این معامله‌ای که انجام دادی، آیا واقعا میارزیده؟ این همه وقت گذاشتی، این همه ریسورس هزینه کردی، شما 100 میلیون هزینه کردی که مثلا 20 میلیون در بیاری. منطقیه، آره پول در آوردی ولی چقدر هزینه کردی؟ این هیچ وقت هیچ کسی نمیگه یا اصلا نمیتونه محاسبه کنه. اکثر اینا با این مدل میان جلو که میگن نصب نرم افزار روی موبایلتون، روی لپتاپتون، روی پیسیتون، روی هر دست دیوایسی که دارین، اشتراک گذاری سخت افزارتون، یا اینکه سرمایه گذاری در استخراج این کلود ماینینگ ها که قبلا با هم روی حوزه ماینینگ صحبت کردیم، سایت های کلیکی، پر کلیکی که انجام بدی من انقدر بهت میدم، سایت های شرط‌بندی، سایت های سرمایه‌گذاری دریافت سودهای نامتعارف، اینا همه روش های کلاهبرداری هستن که با بیت کوین رایگان، با فری بی تی سی پیوند خورده، یه گره محکمی هم هست. پس همین الان خیال خودتون راحت کنید، چیزی به نام بیت کوین مجانی نداریم و نرید سراغ اینا. روش های درآمد به بیت کوین و ارزهای دیجیتال قبلا توی یه فصل جدا دیدیم. این آقای شخص، این شخص شخیص جناب چارلز پونزی، عرض شود که متولد 1920 این برادر و 1903 از ایتالیا به امریکا نقل مکان میکنه. بعدها توی صحبتاش میگه من به امریکا که رفتم 1 دلار تو جیبم